زمین کاشتم خوش شده، کلافس کاشتم خوش شده. باعث عمیق‌تر شدن سفره‌های آب زیرزمینی، بالا رفتن هزینه استحصال آب از این سفره‌ها با چاه‌های عمیق در منطقه هستش شده. آقای ایروانی یکی از 200 کشاورز منطقه جرقوی سفلاست که سالها بود سیفیجات و غلات می‌کاشت، اما با دیدن این وضع دست به تغییر الگوی کشت زد. فهمیدیم به اینکه باید یک کشت گران قیمت داشته باشیم. اون حالا 5 هکتار باغ پسته داره. از نظر آب و هوایی چون کبیری است مناسبه برای کشت پسته، حتی مناسب‌تر از منطقه رفسنجان و کرمانه. درخت پسته مقاوم به شوری و نیاز آبی خیلی کمی داره، اما 7 سال طول میکشه تا به بار بشینه. هر هکتارش در یک سال 4500 متر مکعب آب بیشتر نیاز داره. با 2 اینچ آب حدود 40 هکتار پسته آبیاری میکنیم. 30 روز 40 روز یه بار یه آبش میدیم دیگه، تا یه ما دیگه آبی نمیخواد. پسر هم در کنار پدر مشغول شده. آقا مهدی میگه 3 رقم پسته از جمله کله قوچی، احمد آقایی و اکبری در این منطقه قابل کشته. هر درختی 30 کیلو بار میده. هکتاری در منطقه ما 2700 تا بار میده. از نظر اقتصادی هم چون درشت است و با صرفه مغز خیلی خوبی داره و مغزش هم بسیار گرونه، الان کیلوش 70 تومان. یه سری از اصول پایه تهیه بستر پیوند و سازگاریش در منطقه در باغات رعایت نمیشه. کشاورزا قبل از اینکه اقدام به باغات پسته بکنه حتما با کارشناسان کشاورزی مشورت داشته باشن. در شهر اصفهان 530 هکتار باغ پسته وجود داره که 335 هکتار اون باروره و بقیه اونها نهال. کشاورزا میتونن با تغییر الگوی کشت مثل احداث همین باغهای پسته تا 85% هزینه آبیاری تحت فشار خودشون رو به صورت بلاعوض از دولت دریافت کنن. احمد رضا عظیمی، خبرگزاری صدا و سیما، مزارع جرقوی اصفهان.